در خبرها شنیده میشه که داره یک رمز ارز ملی پایه‌گذاری میشه و احتمالاً در آینده نزدیک ایران صاحب یک رمز ارز ملی. حالا اینکه پایاپای ریال باشه یا نباشه توضیحات زیادی در موردش در نیامده. تو این ویدیو همینو بررسی میکنیم و میبینیم که این چه تأثیری میتونه داشته باشه روی کل فضای رمزارزها داخل کشور ایران. درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام راجع به رمزارز ملی باهاتون صحبت بکنم. احتمالاً در آینده نزدیک شاهد به وجود اومدن یک رمزارز ملی باشیم. البته اطلاعات زیادی ازش نمیدونیم. اگه اطلاعاتی به دستمون برسه حتما من در موردش ویدیو میدم و البته بررسیش میکنیم ببینیم که این اطلاعات شاید انقدر اطلاعات زیادی نباشه که بشه راجبش صحبت کرد. ولی تا همین قدی هم که میدونیم که اصلا گفتن آقا رمز ارز ملی، ما چه گمانه زنی هایی میتونیم داشته باشیم و چطور میتونیم این رو تحلیل بکنیم و تأثیرش رو روی کل فضای رمز ارز روی کشور بررسی بکنیم. خب اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که این رمز ارز ملی قراره یک به یک ریال باشه، یعنی به ازای هر یک ریال یه دونه از این توکنای رمز ارز ملی توی فضای مجازی، توی فضای رمز ارز، فضای بلاکچین اینطوری بگم بهتره، قراره که منتشر بشه. چیزی که به ذهنمون میرسه اینه، ولی چیزهای دیگه هم هست، گزینه‌های دیگه هم هست. مثلا ممکنه که یه رمز ارز ملی درست بکنن که اصلا ربطی به ریال نداره و در واقع بلاکچین اختصاصی خودش رو داره زیر نظر بانک مرکزیه ولی بر اساس ریال عمل نمی‌کنه. یا اینکه ممکنه که یه رمزارز بر اساس ریال درست بکنن که بلاکچین نداشته باشه یا داشته باشه. اینا حالت‌های مختلفی که ممکنه پیش بیاد. حالا ما فرض رو بر این گذاشیم تو این ویدیو که این رمزارز پایاپای ریاله و حالا می‌خوایم متناسب با اون بررسی بکنیم ببینیم چه تأثیری توی کل فضا خواهد داشت. اولین و مهمترین تأثیری که رمزارز ملی میذاره روی فضای رمزارزها اینه که خب این نشون میده که رمزارزها رو پذیرفتند، از لحاظ قانونگذاری روش کار میکنن، قانونمندتر میشه و این خودش نفعهای خیلی زیادی برامون داره. پس این به عنوان قدم اول گزینه خیلی خوبیه و اتفاق خیلی خوبیه که ما یه رمز ارزی رو داشته باشیم. مسئله بعدی مسئله بانک‌ها و بانک مرکزیه. حالا نظارت میشه روی این رمز ارز و روی یه مقداری هم روی صرافی‌ها قطعاً نظارت میشه، روی یه کوچولو هم روی رمز ارزهای دیگه و نوع خرید و فروششون و تبادلشون بیشتر در واقع قانونمندتر میشه، بیشتر نظارت میشه و از خیلی جهات این بهتره. یه سری محدودیت‌های قانونی هم ممکنه به وجود بیاد ولی معمولاً نفعش به ضررش میچربه. امکان تبدیلش برامون راحت تر میشه. وقتی که ما رمزارز ملی داشته باشیم تبدیل رمزارزهای دیگه به رمزارز ملی برامون خیلی راحت تره و اگه رمزارز ملیمون هم دارای پشتوانه توی بانک مرکزی باشه خیالمون هم راحت تره و دیگه دچار درد سر نخواهیم شد، چون توی دنیای رمزارزها ما میدونیم که خیلی از توکن‌ها اصلا هیچ، یعنی تقریبا همشون هیچ پشتوانه‌ای ندارن و بنابراین باید خیلی احتیاط بکنیم دیگه. وقتی می‌خوایم وارد بشیم باید بدونیم ریسک‌ها رو بپذیریم و بعد وارد بشیم. مسئله بعدی هم ورود بورس به این دنیای رمزارزها. بلاکچین ایرانی، بلاکچین بومی میتونه ورود شرکت‌هایی مثل شرکت‌های بورس، شرکت‌های بیمه، استارتاپ‌ها، شرکت‌های از این دست رو به بلاکچین فراهم بکنه و خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و خیلی میتونه مفید باشه برای کل کشور و همه شرکت ها میتونن خیلی متناسب تر عمل کنن. من پیشتر راجع به فوایدش توی دوره رایگان ارز دیجیتال توی یوتیوب باهاتون مفصل صحبت کردم. و اینکه اگر که این مسئله باعث قانونی شدن رمزارزها بشه، یعنی رمزارز ملی بیاد، خود به خود مبلغ بیشتری وارد فضای رمزارز میشه و این فضا از این لحاظ در داخل کشور رونق بیشتری پیدا میکنه. احتمالاً یه سری قانونایی هم برای مثلا دستگاه پوز، ATM، دستگاه‌های از این دست و توسعه‌های فناوری از این دست رو توی کشور خواهیم داشت که خود اینا همشون فرصت برای درآمدزایی. همین الان عزیزانی که تو این حوزه فعال هستن میتونن هوشیارانه و با دقت و با جدیت رو این حوزه کار بکنن. آموزش‌هاش هم ما بهتون دادیم. اگر آموزش تخصصی هم بخواید میتونید توی دایرکت اینستاگرام پیام بدید. ما تا جایی که بتونیم قطعا بهتون کمک میکنیم. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگر که هر پرسشی داشتید توی بخش دیدگاه بگیرید و اگر دوست داشتید و تازه وارد این کانال شدید حتما سابسکرایب بکنید. دوستتون دارم. پرسود و پربرکت باشید. خدا نگهدار.